انتخابات ریاست جمهوری امریکا به تاریخ پنجم نوامبر برگزار می شود. قرار است برای اولین بار شماری از افغانهایی که به تازگی شهروندی این کشور را به دست آورده در این انتخابات شرکت کنند. اما میزان این مشارکت تا چی حد خواهد بود؟ آبد پیاوری که یک سال می شود شهروندی امریکا را به دست آورده باور دارد که مشارکت امریکایی های افغان تبار در این انتخابات آنچنانی که توقع می رود نخواهد بود. امید داریم تا افغانان در انتخابات شرکت بکند و اهمیت انتخابات درک بکند. ولی فکر می کنم البته گذشته را دیده فکر می کنم که شر... افغان ها که از شرکتشان کمرنگ خود بود این جوان افغان امریکایی در سال 2017 با خانوادهش به امریکا مهاجرت کرده و حالا در یک نهاد حمایت از مسلمانان امریکایی کار می کند. او می گوید افغان ها و مسلمانان برای مشارکت بهتر و موثرتر در انتخابات نیاز به هماهنگی و آگاهی دارد. او گفت افغان ها هنوز آگاهی لازم برای شرکت در انتخابات و یک انتخاب موثر ندارند. یکی از دلایل این بوده می که مصرفیت زندگی امریکا که ها را اجازه نمیدید ا دوم شاید اگاهی دروښنه درم اسسمنٹ خبره وا فكر мекунам дигар ин ки ان ها аз заҳмияти райди хи арганишон وا чиز дигар ки ман фкр мекунам инс ки аз гузашта ва таҷрибаи ки мо аз افغانستان дорем инҳо фланам шаҳида ба мо ёван маша фланам ба мо оқидасан ки شاید радихи آبامو... فعلا یارا ها که از کدام معنی نداشته باشد کارشناسان باور دارند که یکی از چالش های موجود برای امریکایی های افغان تبار عدم ادغامشان با جوامع و نهادهای سیاسی امریکایی است. چالش که باعث شده افغان ها نتوانند در مورد مشارکت مؤثرشان در انتخابات تصمیم بگیرند. نسل جوان ما که اینا تعلیم میکنن چرا از 2014 تا به امروز یک تعداد از تفل بودن مکتب خادگر خوانده باشند اینا کمی از سیاست باید آگاه باشند تنها پشت بزنس نروند اینا باید او طرف سیاست هم دخیل شوند تا مقام به دست تا در جامعه امریکایی مخلوط شوند تا زمانی که ما در جامعه امریکایی خود گت نکنیم و یک جا با جامعه امریکایی پیش نریم. ما به تنهایی خود پیش رفته نمیتونیم. از سال 2010 به دین سوک ایالات متحده امریکا و ایزای خاص مهاجرت را برای همکاران افغانشان در نظر گرفته ده هزار افغان به این کشور مهاجرت کردند. از این میان هزاران تن تا کنون شهروندی ایالات متحده را به دست آورده و واجد شرایط دهی اما میزان مشارکت این افغان در پروسه های سیاسی از جمله انتخابات تا هنوز چندان چشمگیر نیست. فهیم صدیقی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کالیفرنیا.